سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در دور هشتم مسابقات تاتالستی که در ویکانزی هلند در حال برگزاری هست، اولین بازی که تموم شد بازی ماکسیم و شیلاگف در مقابل ون فارست جردن بود. میخوایم که این بازی با هم که ببینیم. بازی با شروع بازی روی لوپز آغاز شد. در اینجا تئوری هست. ون فارست حرکت فیل 3-5 رو بازی کرد. فیل 3-5 تبدیل میشه به آرخانگلسک. آرخانگلسک معمولی با این ترتیب حرکات بازی میشه: 3-3، D6، D4، فیل B6 و این آرخانگلسک هست. ولی در این واریانت که ون فارست بازی کرده، سیاه حرکت B5 رو به تأخیر میندازه و میخواد که سریعتر قلعه بره، ولی خب در ازاش سری امکانات به سفید میده. 3-3 میکنه با ایده این که D4 بکنه و مرکز رو بگیره. بعد از 3-3 سیاه قلعه‌شو میده، گسترششو میده، D4 مرکز رو میگیره و تهدید گرفتن فیل رو داره. فیل A7 حرکت نرمالی هست که مجبوریم بازی کنیم. اینجا ون فارست و شیلاگف حرکت فیل G5 رو بازی کرده و اسب سیاه رو آچمز کرده. به نظر میاد که اینجا میشه چیزایی که به نظر میاد و میتونیم محاسبه بکنیم که فیل در 3-6 هست که اگر بخواد سفید اینطوری این پیاده رو بگیره، بعد از اون سیاه هم میتونه پیاده H4 رو در ازاش بگیره و اگر که بتونه از T6 بکنه و 3-5 بکنه که به نظر میاد سفید هم نمیتونه جلوش رو بگیره، وضعیت کاملا متعادله و مشکلی نیست. یعنی که اگر از میخوام فیل G5 بعد از اون بازی میکنه سفید، یعنی که اگر ده در E5 بزنه بخواد فوراً پیاده رو بگیره، ما هم پیاده E4 رو میگیریم. از D5، از C5، فیل C2. بازی سوبسی در مقابل کارسن هست که قبلا اینو بازی کردن و بازی مساوی شده. فیل G5، سفید اسب سیاه رو آچمز میکنه و تهدید گرفتن پیاده E5 رو هم داره. H6 سفید رو مجبور میکنه که تکلیف خودش رو روشن کنه. فیل H4 اجباری هست تقریبا. سیاه D6 کرده، از پیاده E5 دفاع میکنه. به نظر میاد که اونقدر دفاع محکمی نیست و سیاه میتونه فیل در 3-6 بزنه و پیاده E5 رو بگیره، همونطور که توی بازی هم اتفاق افتاد. یک چیز دیگه هم که میتونه سفید بازی بکنه، D5 هست، ولی سیاه اسب E7 میکنه. حالا اگر که سفید بخواد پیاده های سیاه رو دور بکنه، با وجود اینکه ساختار پیاده جلوی شاه به هم ریخته، ولی هیچ تهدیدی وجود نداره و فوراً میتونه این پیاده دوبله رو آب بکنه و خیلی راحت میتونه از شاهش دفاع بکنه و وضعیت متعادله، مشکلی وجود نداره. فیل در 3-6، به در 3-6 سفید پیاده‌ای که به نظر میاد مجانی هست رو میگیره. حتی میتونست اول وزیر در D8 بزنه و بعد از اون E5 رو بگیره، که بعد به این وضعیت میرسیدیم که سیاه اسب در E4 میکنه، بعد از اون رو میگیره و مثلا سیاه رخ D3 میکنه، این اسب رو با فیل تعویض میشه و اینجا سیاه یه برتری، یه فیل داره در ازای اسب ولی یه پیاده عقبه، ولی به نظر میاد که جبران کافی داشته باشه چون هنوز اسبش رو گسترش نداده و به نظر میاد که مشکلی وجود نداره برای سیاه. بر صورت سفید تصمیم گرفته که زودتر این پیاده رو بگیره. ون فارست حرکت وزیری 7 انجام داده که حرکت جدیدی هم هست. اینجا سیاه میتونست در ادامه دیگه میتونست G5 بازی بکنه که سفید رو مجبور کنه فیل G3 بکنه، بعد از اون وزیر رو تعویض بکنه و پیاده خودش رو سریع پس بگیره و بعد از اسب در 3-6 اسب بر G3 بزنه و بعد از این تعویض دو تا فیل داره و در ازای این پیاده‌ای که داده جبران خیلی خوبی داره. چیزی هست که قبلا هم بازی شد. وزیری 7 حرکت جدیدتری هست و اینجا سفید حرکت اسب بر 3-6 رو که حرکت خیلی طبیعی و نرمالی هست بازی میکنه. سیاه هم E4 رو میگیره و همزمان تهدید داره که دو تا سوار تهدید گرفتنشون رو داره. اگر که سفید بخواد F6 رو بزنه، سیاه میتونه C6 رو بگیره و بعدا مثلا فیل B7 بکنه، این قطر باز هست و هنوز سفید هم گسترشش رو نداده، وضعیت خوبه، مشکلی نیست.
سفید اسب در آهف میکنه، چیزی که طبیعی و نرمال به نظر میاد. حرکتی که خیلی جالب بود و انفارس بازی کرد فیل هاشسه هست که حرکت مورد علاقه انجین ها هم هست. با این حرکت تهدید ماتی داره و سفید مجبوره که ساختار پیاده جلوی شاهش رو به هم بریزه و بعد از اون سیاه رخ D8 بازی میکنه. اول به جای اینکه بخواد سریعا سوار خودش رو پس بگیره، اول حرکت رخ D8 رو بازی میکنه و وزیر سفید رو مجبور میکنه که از این ستون بره بیرون. و همونطوری که میبینیم وزیر سفید جای خیلی خوبی نداره برای رفتن، یا میتونه وزیر E1 بکنه یا میتونه وزیر C1 بازی بکنه. اینجا وزیر حرکت اسب D2 رو انجام داد که به نظر من حرکت خوبی هم هست، هم اسبش رو گسترش شده و هم از وزیرش دفاع کرده و اینکه باید سریعا به نوعی وزیر رو به جناح شاه برسونه و دفاع بکنه از این پیاده های ضعیف. یک امکان دیگه که وجود داشت میتونست وزیر C1 بکنه، بعد از اینکه هاشجا رو بگیره این اسب رو باید نجات بده. سیاه میتونست تهدید گرفتن پیاده هاشجا رو داشته باشه. بعد از اون واقعا به نظر من سخته برای سفید بازی کردن، چون سیاه سریعا میخواد پیاده هایسته رو بگیره و تهدید های ماتی وجود داره. اگه وزیر C2 سفید میتونه بازی بکنه و بعد از اون رخ در هایسته هست یا از G5 کش و اینجا هایسته رو میگیره. این مدار حرکت کامپیوتری هست و توی بازی انسانی خیلی سخته و به نظر میاد که سفید واقعا داره مات میشه، خیلی خطرناکه. اسب D2 حرکت خوبی بود که بازی شد. حالا سیاه هم داره اسب A7 رو میگیره و هم تهدید وزیر G5 کیش رخ در D2 رو داره. وزیر C حرکت خیلی خوبه، هم از آشمزی در میاد و اینجا سیاه رو مجبور میکنه که انتخاب بکنه کدوم یکی از اسبا رو میخواد بگیره. اگر رخ در D2 بکنه با اسب C6 اسبش رو برمیگردونه و اگر A7 رو بگیره این اسب رو باید نجات میده و میتونه که وزیر رو به جناح شاه آورده و از این پیاده ها دفاع کرده و امنیت بیشتری داره. حالا باید این اسب رو نجات بده. C5 حرکت خیلی خوبه که خونه D4 رو از سفید میگیره و اگر بخواد سریع پیاده رو بگیره این اسب رو میده. همونطور که میبینیم جلوی شاه سفید به هم ریخته و اسبش خیلی دور هست از بازی. این رخ هم تا وقتی که بیارتشون خیلی طول میکشه. اینجا به نظر میاد که سیاه وضعیت خیلی خوبی داره. بعد از اون وزیر حرکت وزیر G3 رو بازی کرده و میخواد که وزیر رو تعویض بکنه. اگر که وزیر رو تعویض بشه خب مسلماً به نفع سفید هست و سیاه نباید وزیر رو تعویض بکنه. ونفورس حرکت وزیر H5 رو بازی کرده. وزیر H5 حرکت طبیعی هست که به نظر میاد، ولی حرکت بهتر حرکت وزیر C4 بود. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از وزیر H5 همونطوری که توی بازی هم میبینیم بعدها سفید تهدید رخ E5 رو داره که و میتونه رخش رو با تهدید به وزیر وارد بازی بکنه. اما با وزیر C4 این امکان وجود نداره واقعا. اگر بخواد رخ A1 بکنه دیگه این تهدید رخ E5 وجود نداره. سیاه میتونه رخ D7 بکنه، بعد رخ D3 بکنه و وضعیت خیلی خوبی داره. وزیر H5 حرکت خوبی نبود. سفید رخ E1 کرده و تهدید رخ E5. اگر که سیاه رخ D5 نکنه سیاه رخ E5 میکنه برای دفاع از این عرض. حرکت جالب دیگه ای که وشی بازی کرده F4 هست. F4 با ایده رخ E5 و تعویض رخ ها. همونطور که میدونیم تعویض کردن تعویض بیشتر به نفع سفید هست، چون ساختار پیاده شاه به هم ریخته و مهرهای مهاجم سیاه رو باید عوض کرد. رخ E5، حالا سفید موفق شد که رخ ها رو تعویض بکنه و این اسب هم جای خیلی خوب نداره. در آن واحد هر تهدید اسب در C5 هم وجود داره. اسب E4 حرکت طبیعی هست که به ذهن میاد و اینجا سفید با حرکت وزیر G4 سیاه رو مجبور میکنه که تعویض بکنه وزیرها رو و همزمان از شر پیاده دوبله هاش هم خلاص میشه. حالا دیگه کم کم وضعیت سفید حتی بهترم میشه.
یا رخ D5 کرده که پیاده E5 رو بگیره، نمیتونه پیاده E5 رو بگیره چون C5 رو میزنه. از D2 برای که حالا سیاه هست که باید برای مساوی بجنگه، اسب رو میخواد تعویض بکنه سریعتر. اگر که تعویض نکنه از C4 میکنه، این اسب واقعا اذیت میکنه و یکی از این پیاده رو میگیره. پس بعد این اسب رو تعویض کرد و بشه E6 بازی کرده و اینجا واقعا وضعیت متعادل هست، بازی مساویه. E6 حرکت خوبی هست و به خاطر اینکه میتونست رخ B1 بکنه و بخواد از پیاده دفاع بکنه، ولی یک اصلی داریم توی آخر بازی رخ که باید رخ فعال باشه، یعنی نباید توی آخر بازی رخ، رخ فعال خیلی بهتر از یه رخی هست که همش بخواد از پیاده‌اش دفاع بکنه و خودش آویزون پیاده‌اش بکنه که بخواد از اون رو دفاع بکنه. حتی به قیمت اینکه یه پیاده بده، آدم باید رخش رو فعال بکنه. و بعد از این تعویض‌ها بازی دیگه اینجا مساوی رو قبول کردن و بازی مساوی شده. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین و شبتون بخیر. عصرتون بخیر.